مراسمی که اخیراً قرار است تحت عنوان انتخابات در حاکمیت ولایی انجام بشه در اصطلاح فلسفه سیاسی خوانده میشه به رژیم‌های انتخاباتی در حاکمیت هایبریدی، یعنی حاکمیتی که دارای جلوه‌های دوگانه است، از طرفی یک بخش سخت غیر دموکراتیک و استبدادی دارد و البته در ظاهر هم تلاش می شود که قانونیت داشته باشه و نمایشی از مشروعیت رو برای طرفدارانش حفظ بکنه. اگر بر اساس معیارهای پذیرفته شده حکمرانی خوب good governance اگر بخوایم اونجا اون معیارها رو در نظر بگیریم، good governance به این معناست که یه حاکمیتی که کارآمد است و مشروعیت دارد و البته بر پایه انتخابات آزاد، رقابتی و شفاف بنا شده و هم روند انتخابات در پیش انتخابات، در حین انتخابات و پس از اون شفافیت، پاسخگویی دارد و البته شامل تمام شهروندان است، یعنی شهروندان بدون تبعیض می توانند در انتخابات نماینده بشن، نامزد بشن، کاندید ریاست جمهوری بشن در سطوح گوناگون و البته میتونن انتخاب بکنن. بنابراین به فرض تبعیض سیاسی، قومی، ملیتی، جنسیتی یا از این گونه تبعیضها اون انتخابات مبتنی نخواهد بود بر حکمرانی شایسته یا حکمرانی خوب و کارآمد. بر اساس معیارهای پذیرفته شده بین المللی از اون جهت که حاکمیت ایران و به طور اخص انتخابات نه رقابتی است، نه شفاف است، نه پاسخگو است و نه البته از قانونیت و برابری شهروندان برخوردار، این مبتنی نیست بر اون حکمرانی کارآمد و شایسته. در شرایط فعلی ما می‌دانیم اون چیزی که شورای نگهبان برون داده، شماری چند از کسانی هستند که همه اینها سرسپرده حاکمیت و مقام ولی فقیه هستند و اساسا برنامه مشخصی ندارند و اگر برنامه مشخصی هم داشتند با توجه به حاکمیت ولایی که در اون شرایط بسیار تنگ است از نظر هم حقوقی هم حقیقی، امکانی برای اینکه نماینده ای از مردم بتونه خواسته های مردم را اجرایی بکنه وجود نخواهد داشت. البته در شرایط فعلی می دانیم که برخی از اصلاح طلبان قرار است فردی رو به نام مسعود پزشکیان به عنوان کاندید خودشون مطرح بکنن تا بتوانن در چارچوب این حاکمیت از رانت مشارکت در انتخابات و همچنین در صورت اینکه مسعود پزشکیان بتواند مقام رو دریافت بکنه، تنفیذ بشه از سوی رهبر رژیم، اونجا به هر حال پست‌هایی رو در اختیار بگیرن. بنابراین یکی از پیامدها یا یکی از کارکردهای چنین به اصطلاح انتخاباتی توزیع رانت در میان مریدان رهبر و سرسپردگان به حاکمیت است و اصلاح طلبان تلاش میکنن که در مدتی که بی بهره بودن از این رانت بتوانن در این سهمگیری و باز توزیع رانت سهمی رو از خودشون بکنن و مقام های حاکمیتی رو به دست بیارن. در شرایط فعلی از اونجایی که احتمال میرفت که میزان مشارکت شهروندان در این چنین مراسم رأی‌گیری ولایی محدود باشه، کم باشه، بنا به تجربه گذشته شورای نگهبان و حاکمیت دست به ترفندی زدن، کسی رو مطرح میکنن که به هر حال تا الان نامزده پست رئیس قوه مقننه نبوده تا بدین وسیله بتونن با انگیختن به هر حال نوعی علاقه در میان فعالین قومی در آذربایجان میزان مشارکت رو افزایش بدن. منتها طبیعی است که سهم کسی که الان
نماینده یا نامزد بخشی از اصلاح طلبان است، با رقبایش نه از جهت میزان تبلیغات، نه از جهت اون حمایت هایی که از بالا میشه، یا حتی از جنبه های دیگر از رانت برابر برخوردار نیست. بنابراین چنین مناسک انتخاباتی که به هر حال هم فرمایشی است، به فرموده مقام ولایت انجام میشه، هم فرمالیستی است، یعنی اینکه این صورتی از انتخابات است بلکه اون محتوای اصلی رو نداره، به نظر میرسه که نوعی بازی انتخاباتی است برای اینکه میزان مشارکت بالا بره. کسی که الان نامزد برخی از اصلاح طلبان شده، نه سابقه‌ای دارد در اینکه بتواند مأموریت نمایندگیش رو به خوبی انجام بده. میدانیم در دوره‌های گوناگونی نماینده مجلس بوده و اساساً نمیشه گفت که دستاورد مثبتی داشته برای حتی رأی دهندگانش، به این معنا که بتونه چهره مشخص و چهره واضح و یک به اصطلاح نمایش برجسته‌ای داشته باشه و از نمایندگی. از طرف دیگه چنین فردی خودش رسما اعلان کرده که مجری فرامین ولی فقیه هست، بنابراین انتظار نمیره که بتواند در این چارچوب‌های تنگ و متسلب گامی رو برداره برای رفاه عمومی، برای آزادی‌های اساسی یا حتی مشارکت مردم در صحنه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. بنابراین از اون جهت که هم روند چنین مناسک انتخاباتی و هم بروندادش محل تردید اساسی هست، به نظر نمی‌رسه که چنین انتخاباتی یا چنین مراسم رأی‌گیری بتواند مؤثر باشد در چارچوب منافع مصالح ملت و به هر حال اون معیارهای اساسی حکمرانی شایسته که هدف اون مشارکت حد اکثری مردم، مشروعیت و قانونیت و البته علنیت، شفافیت و پاسخگویی است. بنابراین دور باطلی خواهد بود در چارچوب این رژیمی که هایبریدی خوانده میشه. یعنی چی؟ یعنی نمایشی از مشروعیت و قانونیت برای حاکمیت، و افسون بر این تحکیم پایه‌های حاکمیت ولایی، باز توزیع رانت در میان کسانی که سرسپردگی خودشون رو به حاکمیت نشون میدن، و البته نمایشی برای ناظران بین‌المللی که گویا در ایران انتخاباتی اولا وجود داره، دو اینکه این انتخابات بر اساس قانون و بر اساس معیارهای شناخته شده بین المللی انجام شده. بنابراین کارکرد اون در نهایت می انجامه به سرکوب آرای مردم، سرکوب کسانی که به هر حال حاضر نیستند در چارچوب حاکمیت ولایی سیاست ورزی بکنن، و این البته سرکوب اطلاعاتی، روانی و حتی در مواردی سرکوب فیزیکی از کارکردهای صحنه‌گردانی انتخابات در رژیم ولایی خواهد. جناب پروفسور احمد علوی، بسیار سپاسگزارم از این گفتارتون. در ادامه اگر اجازه بدید من چند تا پرسش و نکته هست که مطرح بکنم که این مسئله بازتر بشه، چون به هر حال این انتخابات در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی زودهنگام داره برگزار میشه، منتها در پی چند تا خیزش بزرگی که توی سالهای اخیر بوده و بزرگترینشون همون جنبش زن زندگی آزادی بوده. من از شما میخواستم بپرسم ما اکنون در چه دوره به سر میبریم که دارن این چیدمان کاندیدای ریاست جمهوری و کلن این مراسم رو برگزار میکنن؟ مشخصه دوره کنونی ما در ایران چی است؟ همون جوری که دیدیم در مناسک انتخابات مجلس آرای حاکمیت ریزش بیشتری رو نشون داد که بی سابقه بود و البته شگفت‌آور نبود. چرا؟ به دنبال خیزش‌های گوناگونی که در جامعه ایران انجام گرفته بود و افزایش آگاهی شهروندان به
تنگناهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که اون رو به هر حال در نهایت ارجاع میدادن به حاکمیت ولایی، طبیعی بود که انگیزه حتی برای اخشاری که مخالف سیاست‌های حاکمیت بودن باقی نمی‌ماند که در انتخابات شرکت بکنند. و این فرایند البته حاصل دستاورد حاکمیت در چارچوب سرکوب بود، بنابراین نه از خارج آمده بود نه اینکه فرض بکنیم رسانه‌ها نقش زیادی در اون داشتن. رسانه‌ها بیش از اینکه بتوانن بازتاب بدن شرایط اجتماعی ایران رو اساساً نمیتونستن کاری بکنن. این برخلاف گفته‌های مقامات حاکمیت، اون چیزی که در ایران اتفاق میفته اساساً و عمدتاً محصول تجربه روزمره و جمعی مردم از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران هست. بنابراین انتظار میرفت که با تعیین‌های اساسی که وجود داره و ملموسه و البته مردم به طور جمعی اون رو مشارکت میکنن، آراء چندانی ریخته نشه به این صندوق‌ها. و البته با توجه به تجربیات گذشته و اینکه مردم آگاهی دارن از انواع تقلبات یا دستکاری آرا، این عجیب نبود اگر اینکه مردم به هر حال اعتماد خودشون رو، حتی کسانی که تأکید میکنم ممکنه سیاسی نباشن یا اخشار میانه باشن، اعتمادی به این صندوق ها نداشتن. بنابراین حاکمیت میبایست کاری بکند که یک جلوه و یک نمایشی از مثلا تنوع نامزدهای انتخاباتی رو انجام میده. بنابراین مجبور شدن که فردی به نام مسعود پزشکیان که ظاهرا متفاوت است از لحاظ جستی که دارد یا از لحاظ اینکه حوزوی نیست رو وارد این بازی انتخاباتی مجموع. شما فکر میکنید که به هر حال این ترفندی رو که مجموعه حاکمیت داشته این میزان مشارکت رو زیادتر میکنه یا نمیکنه؟ بنا به ارزیابی‌هایی که الان شده و من هم به هر حال کم یا زیاد در جریانش هستم از داخل ایران، به نظر نمیاد که تأثیر چندانی داشته باشه، از اون جهت که مسعود پزشکیان خودش یکی از مقامات رژیم فاسدی به نام رژیم ولایی است و اساساً خودش گفته من برنامه خاصی ندارم، بلکه برنامه من اطاعت از رهبری علی خامنه است. منتها مشکل تنها اینجا نیست، بلکه اساساً باید توجه داشت که بی‌اعتمادی به صندوق‌ها چیزی نیست که یک شبه فراهم آمده باشه، بلکه حاصل تجربه بلند مدت مردمه. بنابراین این حرکاتی که الان انجام میشه برای اینکه فرضاً گفته بشه یک نامزد متفاوت هست، به نظر نمیاد که مؤثر باشه چندان، کما اینکه برخی از به اصطلاح نظرسنجی های که انجام شده و غیر رسمی هم همین رو تایید میکنه. منتها از این بگذریم، اون چیزی که من در تماس هایم با ایران یا در به هر حال گفتگوهایی که با فعالین سیاسی داشتم، اینجا ما شاهد یک ماجرا هستیم. برخی از اصلاح طلبانی که تمایل دارن که در باز توزیع رانت مشارکت داشته باشن، اونها تلاش میکنن که به اصطلاح خودشون تنور انتخابات رو گرم بکنن و از قضا رسانه های اونها علارغم بیمیلی اکثریت جامعه که باز همونجور گفتم تایید میشه از سوی رسانه های گوناگون، از جمله از سوی ایسنا که گفته تمایل یا رونقی در این بازار نیست، اونها تلاش میکنن فضای بین خودشون رو، یعنی فضای میان اصلاح طلبان رو با عنوان فضای عمومی جامعه جلوه بدن که شاید بتونن از این ترفند بازی با اطلاعات یا این ترفند رسانه‌ای بازار رو هرچند محدودم شده گرم بکنن برای خودشون. بله آقای علوی، در همین مدت کوتاه خیلی تبلیغات شده پیرامون آقای پزشکیان و از جمله روی پاک دستی او تاکید شده و اینکه در دورانی که چون به هر حال ایشون پزشک هستن، ویزیت پزشکان مثلا ویزیت دریافت نمی‌کردن و کمک می‌کردن و اینها. خب در این باره برای این تبلیغات
تأثیر داره و خب یکم هم متفاوته در جایی که شما هم اقتصاددان هستید و زیر و بم کل سازوکار اقتصادی این حکومت رو چندین مقاله نوشتین، کتاب نوشتین و مرتب پژوهش کردین در این رابطه. این چقدر تأثیر داره به هر حال در کشوندن مردم؟ خب این نشان دادن ایشون به عنوان چهره پاک دست یا کسی که فرض بکنید به محرومین کمک کرده، یک کوششی است برای اینکه بشود جمع‌آوری رأی کرد در میان گروه‌هایی که رأیشون سیاله. چرا؟ برای اینکه کسانی که مخالف حاکمیت هستند اینها خب ابدا شرکت نمی کنند در مراسم رأی‌گیری. کسانی هم که به هر حال اون اقشاری که محدود هستند و طرفداران حاکمیت هستند، اقشار وابسته به حاکمیت که به هر حال از رانت فرض بکنید مدرک تحصیلی، رانت شغلی، رانت سیاسی، رانت منزلت اجتماعی استفاده می کنند، اونها هم همواره در انتخابات شرکت کردند. منطقه دعوا بر سر اقشاری است که چندان تصمیم گیری نکردند. در مورد اینها این نشان دادن چهره پاک دست از مسعود پزشکیان یکی از حربه‌ای است که به کار برده میشه. اما باید توجه داشته باشیم که یک حاکمیتی که رانتیست و سراپاش رانته و باز به قول برخی از اقتصاددانان حتی خود ایران رژیمی است که بر اساس چپاول رانت بنا شده، یک مقامی که برای چندین دوره عضو مجلس بوده نمیتواند در تولید ران، در توزیع ران مشارکت نداشته باشه. درست مثل این که فرض بکنیم یک به اصطلاح کارخانه ای رو تصور بکنیم که یک محصول بد شیمیایی تولید میکنه و از یک کارگر بپرسیم، کارگری که اونجا کار میکنه، که آیا شما در تولید این محصول مشارکتی داری، شرکتی داری؟ به ایشون بگه که نه، کار من باغبانی است در این شرکت. منطقه طبیعی است که کسانی که در این شرکت یا مؤسسه کار میکنن به نسبتی که مشارکت دارن در تولید اون مواد شیمیایی که به طبیعت آسیب میرسونه یا به انسانها آسیب میرسونه مشارکت دارن. افسون بر این، خود ایشون خودش رو مطیع ولی امر میدونه. بنابراین این نشون میده که ایشون اساسا مشکلی با این حاکمیت، با مفهوم این حاکمیت یا با کارکرداش نداره. و در مورد مسئله ویزیت مجانی هم اینجا محل تردیده. چرا؟ برای اینکه اینجا در ایشون در جای دیگری گفته است که من نه مطبی داشتم خصوصی و نه اساساً بیمارستانی رو مالک هستم. خب سوالی که مطرح میشه اینه که اگر شما مطب ندارید یا در بیمارستان یا مالک بیمارستانی نیستید و شاغل هستید در بیمارستان‌های دولتی، طبیعی است که حقوق و دستمزد رو شما دریافت میکنید برای مداوای مراجعین. بنابراین اساساً این بحث بلا موضوعه و نمیشه بر اساس اون منتی گذاشت بر سر کسانی که مداوا شدن یا مورد معاینه ایشون قرار گرفتن. البته نباید فراموش کرد، طبق قوانین ایران تأکید میکنم، پزشکانی که مطب ندارن یا فرضاً بیمارستانی ندارن، اینها حق محرومیت از به اصطلاح داشتن مطب و بیمارستان رو دارن. بنابراین ایشون بابت جزئیاتش بشیم، فقط خواستم بگم که همچین تبلیغاتی هم هست دیگه در این رابطه. بله، موثر باشه روی کشوندن مردم به این مسئله. آقای علوی، ما از خرداد 76 که اونجا 24 ساعت 48 ساعت قبل از مراسم رأی‌گیری این نوع دهنکجی، شورش انتخاباتی صورت گرفت، مردم شرکت کردن، مثلا به ولی فقیه نگفتن و خروجیش این بود که محمد خاتمی رئیس جمهور شد. اون دوره بود، ما الان اون دوره نیستیم دیگه. و بعد دورای متوالی اصلاح طلبان با مساوی یک بال دیگه این حکومت برحال هم مجلس و هم دولت رو، یعنی اون کابینه رو در اختیار داشتن، تا رسیدیم به یک شعار که
اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. به نظر میرسه که ما الان به نوعی با تقابل گفتمان ها، یعنی گفتمان انقلابی، گفتمانی که اساساً تلاش میکنه برای گذر از جمهوری اسلامی، با گفتار اصلاح طلبان دوباره اینا در مقابل هم قرار گرفتن و به نوعی در این نمایش انتخابات ریاست جمهوری درگیر خواهند شد. ارزیابی شما چیه؟ البته در مورد اصلاح طلب ها اونها این مشارکت در رانت انتخابات، رانت سیاسی، رانت اقتصادی و البته اجتماعی، این جزء اصول پایشونه. بنابراین نمیشه انتظار داشت که اونها با استفاده از تجربیات اجتماعی یا با گذار مردم از حاکمیت دوگانه پیشین اینها تغییر بدن. چرا؟ برای اینکه اگر تغییر بدن این استراتژی خودشون رو، طبیعی است که جایگاهی ندارن. اونها نه پایگاه مردمی رو دارن، نه اقبالی در میان مخالفین حاکمیت دارن. بنابراین اون چیزی که اساساً مد نظر اونهاست این است که هر گونه که شده جایگاه خودشون رو در حاکمیت حفظ کنن. بنابراین نمیشه گفت که این یک استراتژی سیاسی است، بلکه میشه تبیینش کرد بر به اصطلاح رانتبری و اینکه اساساً اونها از اونجایی که نه پایه‌ای در میان نهادهای مدنی یا نهادهای اجتماعی دارن، نه اقبالی در میان اپوزیسیون، تنها راهی که دارن همین است. بنابراین قدرت انتخابی ندارن. اگر امروز هم علی‌رغم شعار مردم که گفته بودن از دو جناح رژیم عبور کردن، اونها به هر حال این موضع رو دارن، این رو باید به عنوان بنبست اونها ترقی کرد، نه به عنوان استراتژی که اونها تونستن با تحلیل اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران اونها رو در واقع اون راه رو انتخاب بکنن. چون این نیست، اونها یک راه دارن و این راهی است که حاکمیت در مقابل اونها گذاشته و از اونجایی که ابتکار استراتژیک ندارن، از اونجایی که قادر نیستن تحولات اجتماعی رو رقم بزنن، دنبال حوادث و تصادفات یا فرضاً شرایطی هستن که شاید بتوانن این منابع رانتی سیاسی اقتصادی اجتماعی خودشون رو حفظ کنن. ولی این تقابل این دوتا گفتمان توی این نمایش تازه به وجود خواهد اومد دیگه؟ به نظر میرسه چنین باشه، کما اینکه در انتخابات مجلس همچنان که دیدیم اصلاح طلبا گفتن مشارکت نمی کنن و از قضا به نظر میرسید که حاکمیت با توجه به اون قضیه این نحوه انتخابات فعلی رو ساماندهی داد که شاید بتونه به هر حال اونها رو به نوعی دلگرم کنه و انگیزه بده که مشارکت بکنن در ماجرا. منتها از اون جایی که اصلاح طلبان نمیتونن اکثریت مردم رو نمایندگی بکنن، به نظر نمیرسه تقابل جدی به وجود بیاد و از اون جایی که باز کسی که الان به اصطلاح به شکل مجازی هم شده نماینده یا نامزد اونها تلقی میشه، یعنی مسعود پزشکیان نمیتونه نماینده اونها باشه، چون به اصطلاح نه به لحاظ ایدئولوژیک نه به لحاظ سایر مؤلفه‌ای که لازمه نمایندگی نمیکنه. اون خودش گفته من سرسپرده حاکمیت ولایی و شخص ولی فقیه هستم و حاکمیت به هر حال مطمئن نه از این قضیه. بنابراین به نظر نمیرسه تقابلی به اصلاح طلبان بتونن ایجاد بکنن با حاکمیت، بلکه تقابل همون تقابل است. سوالم این نیست که اصلاح طلبان تقابل با حاکمیت ایجاد میکنن، میگن گفتمان سرنگونی، گفتمان انقلابی که رو خطاب به مردم، رو به مردم داره، میگن مردم شرکت نکنید. اینا اصلاح طلبان گفتمان مردم رو به شرکت در انتخابات فرا میخونن، میگن تقابل این دوتا گفتمان دوباره در این نمایان خواهد شد. بله، ما اگه تجربه اسفند سال گذشته رو در نظر بگیریم، به نظر نمیرسه که به اصلاح طلبان بتوانند رأی زیادی رو جذب کنند
علارغم این که مسعود پزشکیان فعال شده. بنابراین منظورم نتیجهش نیست، از الان شروع شده این تبلیغات، یه عده میگن برین رأی بدین، شرکت بکنید، علارغم تجربیاتی که بوده یه گوشایش ایجاد میشه، بالاخره همون بین بد و بدتر، یه عده میگن این کارو نکنید، این تقابل خوب صورت خواهد گرفت دیگه. یعنی بله این تقابل از گذشته، از این تقابل از گذشته صورت گرفته و تداوم داشته و تعمیق شده و ما آثارش رو حتی در انتخابات مجلس در اسفند گذشته دیدیم. بنابراین از اونجایی که جامعه اینجوری نیست که هر روز عوض بشه، اون تقابل میان شعارهای اصلاح طلبان و مردمی که ناراضی هستن به اصطلاح بر سر جای خودش باقی خواهد ماند. نمیشه انتظار داشت که اینها بتوانند گامی به سمت مردم بردارن، چرا محظورات خودشون رو داشته باشن، یا اینکه اینا نتونستن مردم رو قانع بکنن به اینکه، یا اکثریت مردم رو قانع بکنن که اینها ابتکار عمل سیاسی دارن. بنابراین اون تقابل به یک معنا میشه گفت که تعمیق شده، گسترده میشه و تداوم خواهد داشت. حالا یه نکته دیگه، یه نگاهی بیندازیم به اساسا چینش این ترکیب، چون مثلا آخوندی رو حذف کردن، آخوندی با پزشکان چه تفاوتی داشته، جهانگیری رو حذف کردن، میدونین؟ میخواستم به نظر شما رو بدونم که چون همچین حرفی رو میزنن که بالاخره خامنه ای به شیوه خودش، به شیوه قطره چکانی حاضر شده که یه عده ای از این ظرفیت های اصلاح طلبان رو که خانه نشین کرده بوده اینا رو دوباره به کار بگیره، یعنی دورش یکم خالی تر شده بوده. این چون در این سالهای اخیر حکومت بسیار زحمت کشید، تلاش کرد که یک دست بکنه، به حساب خالصادی بکنه اصطلاح خودشون، آیا این به معنی این هست که حالا نمیدونیم که اساساً از صندوق ها چی در میاد بالاخره، یعنی نهایت این اتاق فکر و ترفند حکومت چی هست آخرش، صرفا به کارگیری اینا در جهت پیشبرد اون فعالیت های خودشون، یا مثلا هدفی دیگه داشتن؟ آیا واقعا تلاش خامنه ای در جهت یک دست کردن این، آیا اون توقفی ایجاد شده توی خالصسازی، یک دستسازی حکومت و به کارگیری مثلا به شیوه خودشون؟ البته میگم قطره چکانی، چون آقای پزشکیان خیلی هم میگن که جز حلقه ضعیف اصلاح طلبان، چون جز تشکیلات اصلاح طلبان هم که نبوده، یعنی یک نوع ارادت خاص هم خودش داره به خامنه ای و حتی خامنه ای هم به اون دارد. این یه توقفیه توی این فعالیت های حکومت در جهت خالصسازی و یک دستسازی؟ اون چیزی که من میفهمم، اگه یادتون باشه در مناسک انتخابات پیشین ریاست قوه مجریه هم ما فردی رو داشتیم، همتی، که اون هم تازه اون اصلاح طلبیش بسیار قوی تر از پزشکیان بود، چون پزشکیان خودش اقرار داره، تازه همتی اون میگه مدعی داشتن برنامه بود و میخواست یه تحولی رو ایجاد بکنه و اساساً سرسپردگی خودش رو به این شکل ابراز نمی کرد. خب چرا از خودمون بپرسیم، خب چرا به همتی اجازه دادن بیاد توی اون بازی انتخاباتی؟ همون بر اساس نظریه های رژیم های دوگانه بحث بر این است که نمایشی از مشروعیت، قانونیت و مشارکت داده بشه و البته حاکمیت از تمام کارت های خودش استفاده میکنه و در شرایط فعلی شاید بشه گفت که تنها کارتی که مد نظرش بوده یا براش باقی مونده که میتونسته این نقش دوگانه یا به قول بعضی از دوستان این دکان دو نفش رو باز نگه داره ایشون بوده. طبیعتاً اگر کسی دیگه‌ای میتونست این نقش رو در شرایط فعلی بازی بکنه، خب اون رو وارد
این فرایند به اصطلاح مناسک انتخابات میکردن. بنابراین اون اصلی که شما مطرح میکنید، یعنی خالص سازی، اصل ماجرا آن است به دلایل عدیده که میدانیم، و به نظر میاد ورود مسعود پزشکیان به اون اصل وارد خدشه‌ای وارد نمیکنه، بلکه احتمالاً اون رو تقویت میکنه. چرا؟ برای اینکه اون خالص سازی اگر باعث بشه که اون نمایش مشروعیت، قانونیت و موارد دیگه از بین بره، خب کارآمد نیست اون خالص سازی. بنابراین خالص سازی همواره میبایست با یک لایه‌های پنهان بشه، در این حال اون فرایند ادامه پیدا بکنه. به نظر میرسه بر اساس اون به اصطلاح برداشت‌هایی که خود حاکمیت داره، که البته در مواردی هم مثل مورد 2 خرداد میتونه در ارزیابی‌هاش اشتباه رخ بده، این مورد هم از همون مورده. ولی بنابراین با توجه به اینکه بحث رهبر بعدی حاکمیت مطرحه و صف‌بندی هایی که ما در این 4 سال دیدیم، به نظر نمیرسه روند خالص سازی متوقف شده باشه یا خدشه‌ای درش آمده باشه، و الا یه چهره سرشناستر یا معروفتر یا دارای به اصطلاح ربط و ضبط بیشتری با اصلاح طلبان رو وارد ماجرا میکردن. حال اینکه چنین نیست. شما تأکید کردید حلقه ضعیفی از اصلاح طلبان، که من حتی در این مورد هم تردید دارم. چرا؟ برای اینکه ایشون خودش میگه که اصلاح طلب نیست، و اون ارادت متقابلی که بین اون و رهبر حاکمیت داره، و اینکه گفته برنامه‌ای هم نداره، و اساساً صحبت‌هایی که در این روزهای اخیر کرده نشون میده که هیچ تحول، تغییر یا به اصطلاح عدم تجانسی با خالص سازی رو نشون نداده. بنابراین خالص سازی فرایند اصل است، بقیه اموری که اتفاق میفته اینها روکشی است برای پنهان کردن. در مجموع صحبت شما رو تو این عبارت خلاصه بکنم که این انتخابات وضعیت متفاوتی رو به وجود نمیاره. خب چیزی که شما میگید وضعیت متفاوت، بحث مفصل و کشافی رو طلب میکنه. برای اینکه یک رفرم در یک کشوری فرض بکنید مثل کشور سوئد، کشوری که شما در اونجا هستید، اتفاق بیفته، تأکید میشه میگیم باید منابع زیادی در اختیار، منابع مالی، منابع انسانی، یک چشمانداز روشن نسبت به آینده، ارتباطات بین المللی، نیروی انسانی و مدیریت مناسب، قوه مجریه و کارآمد. هیچ کدام از اینا در اختیار حاکمیت نیست. حاکمیت تنگنای مالی اقتصادی داره، تنگنای نیروی انسانی مدیران کارآمد داره، فساد گسترده وجود داره و اتلاف منابع. با کدام یک از این منابع میشه تغییر ایجاد کرد؟ تغییر که در ذهنیت اتفاق نمیفته، اراده گرایانه هم که نمیشه. میباید یک منابعی در اختیار یک فردی باشد که از اقتدار قانونی حقوقی برخورداره، جناح‌های حاکمیت باش مشکلی نداشته باشن، و افسون بر این بتونه ارتباطات بین المللی ایجاد بکنه و اون منابعی که خدمت شما گفتم در اختیار داشته باشه. رفرم یک پروژه بسیار طاقت فرسا و البته نیازمند منابع گوناگون است که در اختیار این حاکمیت نیست. بنابراین اصلاحات غیر ممکن است در چارچوب متسلب این حاکمیت اونچنان که هست. بنابراین انتظار نمیشه داشت که تحولی اتفاق بیفته، حتی با برآمدن مسعود پزشکیان بر قدرت، هرچند خود ایشون هم این ادعا رو نداره و حاکمیت هم این ادعا رو نداره. در مورد سیاست خارجی حکومت چی فکر میکنید؟ حالا صرف نظر از این که کی باشد، چون به هر حال ما میدونیم که تصمیمات کلان توسط ولی فقیه گرفته میشه، اساسا حالا ریاست جمهوری ها هم بیشتر در نقش تدارکات چی هستن، اینجوری که آقای خاتمی موقعی میگفت. ولی فکر میکنید در این شرایط جهانی، جنگ غزه است و مسئله رابطه با آمریکا هست، مذاکراتی با آمریکا هم در جریان هست که اونجا مثل این که تاکید کردن که باید از تنش‌های منطقه کم بشه، فکر میکنید که آیا تغییر ریلی در سیاست خارجی حکومت داده میشه و ربط اون به این انتخابات چی هست؟
همونجور که اطلاع دارید، خب یک مذاکراتی به نظر میرسه که در مسقط در جریان بوده برای اینکه سطح تنش ها میان ایالات متحده امریکا و رژیم بلایی کاهش پیدا بکنه، برای اینکه دو طرف گویا از این باب منتفع میشدن. منتها این فرایند خارج از اراده رئیسی یا رئیس جمهور اتفاق افتاده، کما اینکه ما هیچ اثری از به اصطلاح حضور ایشون رو ندید. و همونجور که شما هم تاکید کردید، اساسا روابط خارجی در عرصه تصمیم گیری رئیس قوه مجریه نیست. من تاکید میکنم ما چیزی به اسم ریاست جمهوری نداریم. رئیس قوه مجریه است، یکی از قوای سگانه است، و تازه این رئیس قوه مجریه اختیاراتی در حد نخست وزیر در سایر کشورها هم نداره، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ حقیقی. و همون جوری که خود فرزان ظریف بارها گفته بود که تصمیم گیری هاش اساسا از بالا دیکته می شده، از طرف سپاه پاسداران بوده و اون اختیاراتی نداشته. بنابراین با این به اصطلاح کفیل وزارت خارجه باقری کنی و با این ساختار وزارت خارجه و با این رئیس قوه مجریه به نظر نمیرسه تحولی انجام بشه. کما اینکه فرض میکنیم اخیراً مطلع شده اید که روسیه اون به اصطلاح قراردادها یا همکاری های خودش رو مورد تعلیق قرار داده به خاطر نزدیک شدن حاکمیت و امریکا به یه نوعی توافق. این به اصطلاح هشدار جالبی است از جهت مطالعه و از جهت سیاسی هشدار مهمی است، از اون جهت که به نظر میرسه دستگاه دولت و ریاست جمهوری چیزی است و اون فرایندی که اتفاق میفته چیز دیگری است. اجازه بدید من این حکم رو مقدار بستش بدم. حتی در عرصه اقتصادی هم وقتی فرض میکنیم مخبر رو برمیگمارند به عنوان معاون اجرای معاون اول رئیسی، خود اونم نشون میده که در عرصه اقتصادی هم به هر حال اون اختیارات چندانی نداشته. از هرچند به نظر میرسه که گفته میشده همکاری میکنند، اما خب مسائل اقتصادی هم از بالاتر به نوعی دیکته میشده، حالا یا با استناد به اسناد بالادستی مثل برنامه‌های 5 ساله یا نه مواردی که خود دفتر ولی فقید به هر حال دخالت مستقیم میکنه. و افسون بر این باید توجه داشت که این نهادهای گوناگون سیاسی و اقتصادی که وجود داره اصلا مجالی باقی نمیذاره برای مقام رئیس قوه مجریه که بتونه کاری بکنه و تحولاتی رو اتفاق بیفته. بنابراین اگر حتی تحولی اتفاق بیفته که در عالم ممکنات غیر ممکن وجود نداره، اون هم نه به خاطر تعویض رئیس قوه مجریه یا دگرگون شدن سیاست هاست، بلکه این تمایل مقام ولایی است که اون رو تعیین میکنه. و البته این تمایل از گذشته وجود داشته و هیچ ارتباطی هم ندارد با این انتخاب. من بسیار سپاسگزارم از حضورتون جناب احمد علوی. روز روزگار بر شما خوش باد.